سال 250 کنکور تجربی 400 حل میکنیم، گفته اگر 63 گرم انهاش 14 مرتبه 327 مطابق با کنش زیر در ظرف سربسته به میزان 80% تجزیه شود. بعد از انجام واکنش درصد جرم تقریبی کرون در طول رژیم مانده شود. ببین تو اول سال گفته از اون 63 درصد 80 درصدش تجزیه میشه، یعنی همه اون 63 گرم تجزیه نمیشه. یعنی اگه من 100 گرم داشته باشم 80 گرمش تجزیه میشه. حالا که 63 گرم دارم چقدرش تجزیه میشه؟ خب x برابر میشه با 63 ضرب در 80 تقسیم بر 100. میتونید اون صفر رو در نظر نگیرید، 8 ضرب در 63 میشه 50 ممیز 4 گرم. خب گرم چی؟ انهاش 4 دو مرتبه 32 و 7، پس اینقدرش تجزیه میشه. خب چقدرش تجزیه نمیشه؟ این میشه تجزیه شده. حالا تجزیه نشدهش میشه 63 منهای 50 ممیز 4 که برابر میشه 12 ممیز 6 گرم تجزیه نشده. چی تجزیه نشده؟ باز انهاش 4 دو مرتبه 32 و 7. خب ببینید قبل از نوشتن این مثلا گفته که این مبادلش کنیم. خب الان اینجا انهاش 4 ان دو مرتبه داریم، اینجا هم دو مرتبه داریم، CL دو اینجا دو تا داریم، اینجا هم دو تا داریم، اکسیژن اینجا چند تا داریم؟ 7 تا، ولی اینجا 3 تا داریم. 4 من بخشه 7 منهای 3 میشه 4، یعنی به این هاش دو کافی 4 اضافه کنیم که در محاسبات ما هیچ تأثیری نداره چون ما با مولکول آب کاری نداریم. خب حالا ببینید از این 54 گرم که تجزیه شده یه مقدارش تبدیل به چی شده؟ Cr2O3 که حاوی چیه؟ کرومه. پس من اول باید ببینید جامدم هست. خب گفته در توده جامد ببینم تو این جامده این Cr2O3 چقدر کروم هستش. مثلا 54 گرم انهاش 4 دو مرتبه Cr2O7 دارم، تبدیل به مول میکنم، یک مول انهاش 4 دو مرتبه Cr2O7 برابر با 252 گرم میشه. بهتره که جمع این مولکول های درشت و حفظتون باشه چون واقعا توی کنکور سخته بیایید دونه دونه اینا رو محاسبه کنید. زدن پس تا اینجا من تعداد مول انهاش 4 2 3 2 7 رو به دست آوردم. میخوام ببینم عدین تبدیل شده به چقدر Cr2O3. خب یک مول انهاش 4 دو مرتبه Cr2O7 یک مول چی تولید میکنه؟ Cr2O3 ضرب در یک مول Cr2O3 چند گرمه؟ این میشه کرون 52 52 52 میشه 104 به علاوه 3 تا 16 تا 6 تا 18 تا 3 1 3 تا 48 تا. خب این به علاوه 48 میشه 152 گرم. خب اگر اینا رو انجام بدیم ما گرم Cr2O3 رو به دست میاریم. Cr2O3 که به دست میاریم میشه 3 ممیز 4 دهم گرم. حالا ببینیم ما 3 ممیز 4 دهم گرم Cr2O3 داشته، میخواد ببینیم تو این 3 ممیز 14 همه گرم چقدرش کرومه. ببین درصد کرومو خواسته. خب پس من می نویسم گرم کروم برابر میشه با 3 ممیز 14 همه گرم Cr2O3 ضرب در 1
مول سی دو و سه چند گرم بود؟ 152 گرم. زد تو هر یک مول سی دو و سه چند گرم کرون هست؟ 2 گرم. 2 مول برفت 2 مول کرون زد در هر یک مول کرومی چند گرمه؟ 52 گرم. برمش 20.8 گرم کرون. پس اینجا یه 20.8 گرم کرون توی جامد CR2O3 داشتیم. یه سری دیگه جامد داشتیم که تجزیه نشده بود از خود NH4Cl2O7 بود. خب بعد اونم محاسبه کنیم ببینیم که در اون چقدر کروم وجود داشته. چقدر بود؟ 12.6 گرم بود. پس گرم کروم، این گرم کروم داخل Cl2O3 بود، این گرم کروم داخل NH4 دو مرتبه Cl2O7 برابر میشه. 12.6 گرم NH4 دو مرتبه Cl2O7 زبان. اینو تبدیل به مول میکنم. هر یک مولش 252 گرمه. تا اینجا مول NH4 دو مرتبه Cl2O7 به دست آوردم. زبان هر یک مولش حاوی چند مول کرومه؟ 2 مول کروم هست. هر یک مول کروم هم 52 گرم. پس از انجام گرم اینو به دست میارم، 5.2 گرم. پس حاصل اینها میشه چقدر کروم بر جای مانده داخل جامد که برابر میشه با این میشه 26 گرم. خب اینجا از ما این 26 گرم نخواسته، گفته درصدش. خب کلا ما چقدر جامد داریم؟ اینجا 3.4 گرم جامد داشتیم، اینجا 12.6 گرم جامد داشتیم که با هم دیگه میشن، این بالا می نویسم براتون، 12.6 گرم که اون تجزیه نشده بود، به علاوه جامد تجزیه نشده، جامده که تبدیل به CR2 جامده CR2O3 چند گرم بود؟ 3.4 گرم که برابر میشه با 12.3 میشه 43 گرم جامده. خب داخل این 43 گرم جامد 26 گرمش کروم بود، پس میشه 26 گرم کروم تقسیم بر 43 گرم اون جامده به جای مانده ضرب در 100 که برابر میشه با 60.14 درصد. موفق باشید.